سیسیت فصل 13 سایف گیمل بودیم. گفتیم اگه یکی مشخص شد براش روز شبات تو کرملیت که سیسیتش پاسول شده، گفتیم در نیاره به خاطر کاوه تبریو، چون کرملیت میده ربانانه و کاوه مردم میسفای ربانانه به این شکل عقب میزنه. درست بطر؟ خب حالا سایف خاطرانه یود میشنابه بنا پاسول، اگه دید سیسیتش پاسوله روتسن اومر میخواد دیگه بین شنیف سقلو چنین که قد شده برای اون، همچنین قیرن حتلیت گوشه یه تلیت به نعصد و شده بعد شالوش، یعنی سه گوشه اوون و چه کنیف سخ که قد شده لو برای اون اخت، یکی از سی دوتا بده بعد یکی از بنداش فقط و فی نوری هایا کمار پاسول. بعد اگر قبلا پاسول بوده در زمانی که خارج شده از خونش، چون که در زمانی که شلواشو پوشیده آن را لون و دعلو مشخص نشده براش، لو قنسینانده جریمش نمی کنی دگادول که با تدریاد که بزرگ است احترام مردم و افیلو به تلید گادول و حتی تلید گادول های ما شین آنون و حگیم که ما رسم نداریم بیلبوش که بپوشیم اوتا اون را کل هیوم تموم روز الا بلکه به ات تفیلا در زمان تفیلالش میسوا به نیت میسوا. چی شده با تایی ببینید؟ پس به هر شکلی که سیسیت پاسول بود تو مکان کرملیت، بعدی که سیسیتش پاسوله ما خیالش نمی کنیم که بیاد و سیسیتش را در بیاره، چون گادور که با تبریات شدوخه میسوت ربانان، گفتیم احترام مردم اینقدر باراست که میسوای ربانان را عقب میزنه، حتی اگه مثلا تو خونه پاسول بوده و پوشیده اومده بیرون، یا اینکه مثلا گوشه اصلا گوشه سیسیتش پاره شد که الان سه تا گوشه داره، تمام اینا پاسول سیسیت دیگه. پس تو تمام این موارد ما نمیگیم تو کرملیت در بیاره. فصل 13 سایف گیمل سایف خاتانه یودا میخونی میشنا به برا سایف خاتانه یود ولکا بیزوی به حساراتو و نیست بیزوی یعنی خاری وارد کردن به حساراتو در دور کردنش، گم که همچنین این سایف لحسی رو لازم نیست که اونا دورش بکنه. دلو پلو گربانان که فرقی نذاشتن ربانان خخامیم بین تلیت و تلیت، یعنی ببینید با وجود اینکه تلیت گادول حقیقتش نیست که ما بیایم هر روز صبح تا شب تنمون باشه، با وجود اینکه تلیت گادول ما هر روز تنمونی صبح تا شب دیگه، خخامیم بین تلیت گادول و تلیت خاتان فرقی نذاشتن. جلسه گذاشته گفتم خدمتتون قدیم صبح تا شب تلیت و تفیلین تنشون بوده، خخامیم که میخوندم مثلا ریبی شیمون بریوخای تمام تنهاییم صبح تا شب سیسیت و تفیلین تنشون بوده، یا دیانیم قضات همیشه سیسیت تنشون بوده. امروز است که ما فقط زمان تفیلا میبندیم، خب چون حالا امروز خود تواناییش نیست که صبح تا شب یکی تنش باشه، پس فرقی نمیکنه در واقع بین تلیت و تلیت، چه تلیت قاتان چه تلیت گادول قانونش یکیه، با وجود اینکه تلیت گادول طریقتش نیست که ما صبح تا شب بپوشیم، اگه دیدیم پاسوله تو کرملیت در نمیایم. و هگاون ریبی عقیوا ایگر و هگاون ریبی عقیوا ایگر در خیدوشاب مپپق بازه، شک میکنه در این مورد، یعنی خلقه بر این مورد ریبی عقیوا ایگر، ایشون عقیده دارن تلیت گادولا باید در بیاره چون ما صبح تا شب نمیپوشیم، حالا ولی حلاخا طبق نظر ایشون نیست. پس حلاخا طبق نظر مارانه که چه تلیت گادول چه تلیت قاتان اگه ما دیدیم وسط کرملیت پاسونه نباید در بیاریم، بخاطر اینکه گادول که بود تبریوت احترام مردم خیلی بالاست. خب ربطای میریم حگا، حگای سایف گیمل رو نخوندیم، حگاز سایف گیمل فصل 13 و افین و تلیت قاتان و حتی تلیت قاتان، یعنی تا به نظر رما حتی تلیت قاتان که زیر لباسه اگه دیدیم تو کرملیت پاسونه نباید در بیاریم، شتخت به گادام که زیر لباسش اند سایف نیف شد لازم نیست که در بیاره. شاید ممکنه الان ایراد بگیرید بگید خب آقا دیگه اینجا که بود هبریوت نیست، با دلو مین کرا مین تایم هلخ بلو تلیت قاتان آقا شاید گناهی، ولی با این وجود زشته که در بیاره تلیت قاتانشا. پس ببینید با وجود اینکه هگا عقیده دارن که اگه تلیت قاتان حتی زیر لباسم بود تو کرملیت در نیاره، چون به هر حال زشته جلو مردم آدم لباس در بیاره، حتی لباس زیرش که مثلا تلیت قاتانه زیر لباسشه، اینا برهته میگه. ببینید برهته سایف قاتانه زنی، در بطایی برهته بالایی میشنا به رو را،
بهتر سایف قاتان زمین ببینید چه تخت پگادا دلومین کرامیتا که مشخص نیست این مطلب این هولخ اگه بره بدون تریز قاتان میکنم آقا از هر جهت هپشیتا یعنی در آوردن لباس گنای هولو زشته برام یعنی زشته جلو مردم لباس بر بیاره. پس تریز قاتان هم که با وجود که زیر لباسه اینم میتونه در نیاره تو کرملیت. بازم تاکید میکنیم رب و فرید تمامی چیزایی که داریم میگیم در مورد کرملیته ها. اگه تورش رو تاربین بود بعد در بیاره اینا همه در مورد کرملیته و او عدیم و اون قانونه این میفسد اخاد اگه قرار شد یکی از بندها بیفیش و خجالت میکشه که بشینه بدون تلیت به یو خرد لبشو که میتونه بخوشه بلو براخا بدون براخا میکو وقت که با تبلیوت از قدرت که با تبلیوت یعنی چی آقا فرض کنید یه جا توی رشوت هیاخیده تو کنیسا مثلا خب همه تلیت پوشیدن تلیت ما پاسوله خب ما به خاطر اینکه خجالت نکشیم آیا میتونیم ما تلیت پاسوله را بپوشیم آقا همه تلیت پوشیدن حالا ما بدون تلیت بشینیم زشته جلو مردم خب طبق نظر رما میتونه البته رو این خله قنداد حالا بحث رو اینه که حالا تو میشنن تخامیم بیشتر توضیح میده. پس طبق نظر رما اگه جایی هستیم که همه سیسیت پوشیدن ولی سیسیت ما پاسوله خب اگه ما سیسیتمون رو در بیاریم زشته جلو مردم در این صورت میگه گادول که با تبریود میتونیم اون سیسیت را بپوشیم ولی این حلاخای ما نیست. حالا تو پرانتز میگم خدمتتون این نظر رماست خب به دبقا به شبات و فقط در شبات به آسور اسوتسیسیود در شباتی که آسور سیسیت درست بکنیم اما در خون در ایام هفته در این صورت آسوره یعنی رمای هم که میگه آقا مجاز سیسیت پاسولاتو بپوشی جلو مردم مثلا تو کنیسا فقط تو شباته که نمیتونی تیغونش بدی ولی تو ایام هفته که میشه تیغون داد نه نمیتونی بپوشی. پس رما میگه فقط این قانون تو شباته تو خون تو ایام هفته این قانون وجود نداره. خب اگه سوالی هست تا اینجا بفرمایید هاخام دانیل. مخلاتی بود آره اینجا که گفت اگه خجالت میکشه میتونه بپوشه خب اینجا بدون برخا اینجا گونه درد نیست خب هر کسی که نگاهی میکنه فهم میکنه که سیدش کاشره. آفرین اینا تو میشنه تخامیم اشاره میکنه بهش کلک آورد آفرین یه پلاس هاخام دانیل میخونیم اینا میرسیم بیشتر توضیح میدیم کلک آورد آفرین به دقتتون کلک آورد. خب رو تن یود آلف میشنا برورای یود آلف شتخت به گاداو سایف قاتان یود آلت میشنا برورا گفتیم زیر لباسش هم اگه تنیت قاتان بود تو کرملیت لازمی در بیاره دلومین کرامیتا با وجودی که مشخص نیست این مطلب اخر کاخ بعد از اون این هوله اگه اون بره بدون تنیت قاتان از هر جهت پشیتا در اردنشون گنای به یوته زشت زیاد یعنی آقا زشت در بیاره همینه که توضیح دادیم که دستتون بله. خب یود بت مین حسیسیات گفتیم همون قانونه که اگه یه سیسیت پاره شد و خجالت میکشه که بشینه جلو مردم میتونه سیسیترا بپوشه بدونه برخان پروش توضیح بن شبال و تکنسه چه این که اومد تو کنیسا به روسه نیلبوش تلیتو و میخواد بپوشه تلیتشا و قبل پوشیدنش ماتسا هستیسیت یافت اون بندهی سیسیت پاسوله و خجالت میکشه که بشینه با ربیم تو جماعت بدون تلیت مجازه که بپوشه بلی براخا بدون براخا اوهد ایم روه بچه این که اگه ببینه در وسط پوشیدنش شنیف سقوط که پاره شدن بنداش همچنین لازم نیست که دورش بکنه یعنی طبق نظر میشنا به رورا و رما اگه حتی اولش دید پاسوله به بلی براخا میپوشه یا حتی اگه وسط کارم پاسول شد خیالش نمی کنیم که در بیاره و این البته تو شبات فقط این قانون ها وجود داره چون نمیتونه تیبونش بده و این با اخرانیم و نگاه میکن در اخرانیم شهیس کیمو که موافقت کردن همه تالوی که وابسته است بیرسون هایش حلوش به رضایت اون مردی که میپوشه حلوش یعنی آن کسی که میپوشه این همیت فیش اگه خجالت میکشه میتونه بپوشه بلی براخا اما اگه خجالت نمیکشه امکان هتر اینجا مجاز نیست که کاواده هبریوت باشه یعنی ببینید طبق نظر خیلی اخرونیم یعنی وابسته به آدمش داره اگه آدمیه که آقا تو جمع خجالت میکشه همه سیسیت پوشیدن تو کنیسا این سیسیت نپوشه خجالت میکشه تو این حالت میگیم بپوشه بدونه براخا ولی اگه یکیه که نه آقا خجالت نمیکشه لازم نیه بپوشه حالا اینا تو میشنا به رونات میشنا خفامیم بهتر بشنی توضیح میدن
آیود گیمل دیو خاله لیلو شو گفتیم فقط تو کنیسا میتونه، فقط تو شباته که میتونه این کار انجام بده، تو خل نمیتونه. و در واقع این نو دلا هیوم و اگه فقط تو روز براش مشخص شده، یعنی روز شبات، اما اگه براش مشخص شده بوده معرف شبات از آدرین شبات که سسیتاش پاسولن آسونه که اونا تو شبات بپوشه. ده هوله که باید بود برای اون لتقونه به درستش کنه متمول از روز قبل، اما اگه فراموش کرد میتونیم سبک بگیریم. یعنی آقا اگه یکی عمدن بذاره این کارو بکنه، مثلا روز جمعه دیده پاسونه، میگه آقا طوری نیم حالا فردا میپوشیم، عمدن این کارو بکنه آسوره تو شبات بپوشه جلو مردم هم، حتی اگه میخواد خجالت نکشه. مال زمانیه که آقا سهوان بعد دیده پاره شده، یعنی که مثلا روز جمعه دیده پاره شده یادش رفته درست بکنه، در این صورته که رما هم هتر میده که چون خجالت نکشه جلو مردم بیاد بپوشه سیترا بدونه بخواد. و اینا واضحه دیگه رماتای. بریم ادامه. یو دانت گفتیم به خاطر کابو تبریوت و دبقا این ان یا خور و این در صورتیه که نمیتونه لحسیگ به دست بیاره تو کنیسا یه تلیت شعولا قرضی. یعنی آقا این که رما میگه مجازه در صورتیه که نمیتونه یه تلیت قرضی بگیره. ولی مثلا من تو کنیسا اومدیم، خب من میتونم سیسیت من پاسوده، من میتونم از آقای نیشا برم قرض بگیرم، بگم آقای نیشا این سیسیتتون رو به من قرض بدید. خب در این صورت من باید برم قرض بگیرم، نمیتونم سیسیت پاسوده را بپوشم حتی طبق نظر رما. پس نظر رما در صورتیه که نمیتونه تلیت شولا کنه قرض بگیره. خب بریم ادامه رو بتایم. به دمقا به شبات و گفتیم فقط همین قانون تو شباته که میتونه این تلیت را بپوشه که خجالت نکشه چون نمیتونه درستش کنه. پروش توضیحش لفی به خاطر این که شب شبات که در شبات لتا نیست، فقط ایسور ربانای اول بخول، اما در هفته شهو اوور که اون میگذره بر ایسور تورا بخول شا در هر زمانی دقوم و اسه با بسیسید که قوم اسه داره. قوم اسه ببینید یعنی برخواستن و انجام دادنه. یعنی وقتی آقا میبینی سیسیت پاسونه نیست باید یه امره که درستش کنی. و پس باید میگنم قوم و اسه. تو ایام هفته این فرمان امر هست که اگه دیدی سیسیت پاسونه باید درستش کنی تو هفته، چون میتونی گره بزنی. ولی تو شبات این ممنوعیت نیست، چون آنوس رخمانا پتره تو شبات که نمیتونیم گره بزنیم. پس قوم و اسه نداره تو شبات. فقط ممنوعیت کابوت که با تبریوته. متوجه شدید؟ پس روز شبات چون قوم و اسه نی، چون روز شبات قوم و اسه نی، یعنی روز شبات نمیتونه گره بزنه، پس ممنوعیتی نداره. میگه آقا سیسیده را بپوش بلی براخا، بدون براخا و به این شکل چون خجالت نکشه. و ایسور تورا و ممنوعیت تورا حتی افیل و رق ایسور دشه و اتسه کازه، حتی برای ممنوعیتی که بشینه و انجام نده مثل این، مثل اینه که مونه یعیت اتمو من میداره خودشو از این میسوا این نیتخه عقب زده نمیشه به خاطر کابو تبریوت این رو بیگنای گادون، مگر اینکه خیلی زشت باشه. بلاخن برابر این حاقا موشه عزیز میشنا برورا تتوابی میشنا برورا صحیف قاطن تتواب. بلاخن برابر این آسور لیل بوش آسوره که بپوشه تلیت گادولا که شروعه هنگامی که میبینه که سیسیت نداره دلشل که بشینه بلی تلیت بدون تلیت سویراله عقیده داره رما که اون فقط بیخلال گنای قاتانه در جزء زشتی کوچیکه. ببینید یه تبصره دیگه، این که رما گفتن اگه سیسیتش پاسول بود تو کنیسا نشستن همه سیسیت دارن میتونه بپوشه بلی برافا، در صورتی که بابا بندای سیسیت هم مثلا یه بندش پاسوله که گفتیم بلی برافا بپوشه، ولی اگه مثلا یه سیسیتیه که یه تلیتیه که اصلا سیسیت نداره واضحه که اینو نباید بپوشه، چون این ممنوعیت داره که لباسی که بدون سیسیت که بهش باشه پوشیده. بخیر این نو دلو و همچنین اگه مشخص برای اون شد تورشوت هربیم هنگامی که اون میره با تلیت گادولی که پاره شده یک از سیسیت هاست لازمه که فوراً در بیاره، که اینا توضیح دادم خدمتتون. تورشوت هربیم اگه دیدید سیسیتتون پاسوله زود باید در بیاری تمام موقع. تتوابیم ربا تایی میشنامه رو را سایی قاطن تتواب اونجایی که خطا بزرگ میشه خط دوم وسط هاشه دمیزمن نینو که در زمانهای ما پشیتت در آوردن تلیت گادول تو خیابون همچنین اون گنای قاطانه زشتی کوچیکه. این آقا شما تو خیابون تلیت گادولتون رو در بیارید که زشنی
یه زشته کوچیکه. بنابراین این سوره تورا تقدم داره به کتاب تبلیغ تو این مورد. پس اگه تور شوت هانبیم، ببینید بحث قبلیمون تو کرمنیت بود، گفتیم تو کرمنیت در نیاره سیستم شوک پاسوله، ولی تور شوت هانبیم که الان اکثر خیابونای ما رو شوت هانبیمه، اگه دید سیستمش پاسوله همونجا باید در بیاره. درست؟ بله. اونم ولی که این به تکنست اگه تو کنیسا مشخص شد اخر شهو کمار بعد از اینکه قبلا پوشیده تلیتا شخص میسیوتا پسولیم که یکی از سیسیتاش پاسوله، هربه مینها اخرونیم، خیلی از اخرونیم سبک میگیرن که لازم نیست فورا در بیاره. دیسویراله هو کعیده دارن چون که اون تو ربیمه تو کنیساست در آوردنش زشته، فقط عجله بکنه که بره لوتو بخونش اول بیت یا بخونه ای که جلوی کنیساست و اونا اونجا در بیاره. یعنی بعضی اخرونی میگن اگه دیت سیسیتش تو کنیسا پاسوله جلو مردم در نیاره، بله مثلا بیرون کنیسا تو حیات کنیسا یا مثلا اتاق پشتی کنیسا اونجا در بیاره. اینا علاخا نیست دیگه، حالا برای ما زش نیست شما تلیتتون رو در بیارید تو کنیسا، ولی حالا طبق میشناده رو طبق نظر خیلی اخرانی میگن زشته. ده خیه آدم و خیه آدم سخت میگیره در این مورد وقیده داره که ده پیشیتوت که در آوردن تلیت گادون اون گنای قاتانه، زشتی کوچیکیه. دیولا و حقی که در غیر این صورت طریقت بین آدمه که در بیارن همیشه تلیتشون رو تو کنیسا. آخر کار بعد از اون یافتم پریمگادیم در پتیخا در هیل خود سیسید که عقیده داره همچنین مثل خیلی آدم، بنابراین حناخون صحیحه که انجام بده هایتسا اون مشورتی که نوشته در کتاب عرص و تخییم شیف بیرنو که اونا بی صاحب کنه که اون موقع پاتور میشه از انجام میسوا و اینگام که میرسه به خونش برگرده و مزرکی بشه اونا. خیلی قشنگ بود ربطای حواسا جمع. آقا سیسیت شما پاسول شد تو کنیسا، خب طبق یه نظر همونجا تو کنیسا در نیاره، بره مثلا یه اتاق پشتی تو کنیسا اونجا در بیاره، چون در آوردن تلیت تو کنیسا این گنای گادونه زشته. خب یه نظریم گنا آقا چه زشتی، خیلی آدم میگه چه زشتی، آقا ما سیسیتامون رو همیشه تو کنیسا در میاریم، شما وقتی سیسیت تفیلا برنخوا میشه سیسیتتون رو در میاریم، پس گنایی نی. حالا یه پسر دیگه فتوا میدن پریمت گادیم اینجوری فتوا میدن که با این لباسه، خب با این لباسه بیاد اینا حفقنش کنه بی صاحبش بکنه، وقتی بی صاحب بشه دیگه پاتور از سیسیته، لباس که حفقر بشه بی صاحب بشه این پاتور از سیسیته، و وقتی میره تو خونه اون موقع بیاد دوباره اونا صاحب بشه. خب که البته اینجا شاید بگیم منظورش کرمنیت بوده، مثلا از کنیسا تا خونه کرمنیت بوده. خب یا حالا شکلای مجاز که حالا نمیخوام واردش بشیم، چون بعضیا عقیده دارن از رشو تراخید برشو تیاخید برخ رشو تربیم بیم قومیسما متاره، حالا نمیخوام وارد این بشم یکم سخت میشه. اوکی پس در هر صورت طبقه یه نظر میگن اگه دید سیستش تو کنیسا پاسول شده در نیاره، خب حفقلش کنه بعد بره تو خونه مزکی بشه به اون، که حالا یعنیش کدومش علاقانی ما، این علاقامونه که ما در میاریم، اگه دید سیستتون پاسونه همون موقع تو کنیسا در بیارید و سلام و برید از یه دوستاتون قرض بگیرید و دوباره روش براخا بگید و سیسته را بپوشید. اوکی خب رو تایی تتزین هم ببینیم میشنا به رو تتزین آسور نگاه بکن در ماگن ابراهام شه مسیح که نتیجه گرفته که چیزی که سخت میگیره رو اما در ایام هفته، ببینید گفتیم اگه یکی سیسیتش سیسته پاسول داره رفت تو کنیسا دید همه سیسیت داره چون که جنرد نکشه، گفتیم سیسته پاسوله را بپوشه، البته تو شبا درسته تو شبات، ولی تو ایام هفته نمیتونه این کارو بکنه چون میتونه تیغونش بده. البته این نظریه رما بود. آسور نگاه بکن در ماگن ابراهام که نتیجه میگیره طبق چیزی که سخت گرفته رما در خود دو قاعه، یعنی قرار نمیگیره بر چیزی که نمیشه در اول حتی تلیت قاتان، که حتی تلیت قاتان هم اگه مشخص شد که سیستش پاسوله دهش دو گنان زشته زیادیه که اونا در بیاره زیر لباساش تو کنیسا چه جلو مردم انصاریف نپشت رو لازم نیست که اونا در بیاره. دوگنای گادول رفتی میشنا به روان صفحه بعد دوگنای گادول که زشته خیلی زیاد ببخشید دوگنای گادول یعنی زشتی بزرگ که اقام میزنه که با تبری داتا حتی این سور تورا به شم و التحسه چیزی که شم و التحسه است، اما لازمه که عجله کنه بره خونش یا بره تو خونه ای که جلوی کنیسا هست و اونجا در بیاره، همچنین هم به اون مشغول تو کنیسا بده و هم میسوه به خاطر اینکه اون ایسور توراست، اما در شبات لازم نیست که عجله بکنه و خارج بشه از کنیسا مادامی که اون مشغول به میسوه هست و کسی که میبینه دوستشا که خارج شدن بنداش نگه به اون تا اینکه بیاد تو خونه. چی شده نباتای؟ ببینید اگه
طرف سیسیتش پاسول شده. تو این حالت زود بره خونه اگه خجالت میکشه تو کلیسا در بیاره و سیسیتش رو زود در بیاره تو خونه. حتی اگه به دلار میسوا مشغوله ول کنه بره اول سیسیت رو در بیاره، چون از ممنوعیت میگذره که لباس پوشیده بدون سیسیت. ولی اگه تو شب باته میتونه اون دلار میسوا رو انجام بده بعد بره خونه، چون تو شبات نمیتونه تیغون بده این ممنوعیتش کمتر میشه. حالا یه سوال دیگه، اگه شما روز شبات دیدید دوستتون سیستش پاسول شده، بهش نگید تا برسه تو خونه، اون موقع بهش بگید، اون موقع بهش بگید لو یا معنی اگه به اون تا این که بیاد تو خونه دهنو یعنی شیق را اینو صدا بزنه به اون که بیاد تو خونه به شام یا من لو، و اون موقع به اون بگه که در بیاره لباسشام. بازم نمیشته مانگن ابراهام دیم ان سیسیت، که اگه سیسیت نیست تو شهر قانونش مثل خور مثل شباته. یعنی مگر ابراهام میگه آقا اگه سیسیت اصلا تو شهره نبود سیسیت کاشه. حالا تو ایام هفته رفت تو کنیسا دید همه سیسیت دارن خجالت میکشه، میتونه بپوشه، چون سیسیت تو شهر یا توانایی تیغونش نداره، میگه مثل شبات میمونه. درست شد؟ اینا مگر ابراهام توضیح میدن. بله و اون عدیم اون قانونه تلیتی که واجبه فقط از ربانان، مثل تلیت قرضی بعد از 30 روز که قانونش مثل خله در شبات، که حالا اینو به عزت هاشم جلوتر بیشتر توضیح میدیم. ببخشید یکم طول کشید، حالا هرچی سواله بفرمایید. هاخام دانیل شما اول دست گرفتید، بفرمایید. میخیلا که بود آراف چرا اینجا هفتایی نیمدن ممنوع کنن که اگه سیستش پاسول شد داخل شبات بیاد بپوشه؟ خب ممکنه مثلا یه دوستش یه نفری که نمیدونه بیا ببینه مثلا سیسته پاسوله، بعد بگه مثلا توی حالت اگه تو هفته من چه اتفاقی برای من افتاد پس این کاشه بوده روش برخا گفته، در صورتی که نمیدونسته روی برخا گفته. بله سوال خوبیه. خب دیگه خخامین به خاطر این نترسیدن، دیگه همش این گزنای نکردن، امکان نداره که پیش بیاد. چرا؟ شاید اولعی، ولی دیگه خخامین گزارا نکردن دیگه، ما نمیان گزارا بکنیم، چون قدرت گزارا فقط دوره خخامین داشتن، حتما صلاح ندونستن. ببینید خیلی ها خلقن رو رما، اصلا حلقه طبق رمانی تو این مورد، ما حلقمون این نیست که اگه یه جا همین نشسته بودن با سیسید ما سیستمون پاسور بود بگیم بپوشه، نه این حلقه نیست. حالا میشنن خخامین به طور کامل توضیح میده. بله شاید صحبت که شما میکنید پسخم سفارادین هم در نظر گرفتن و اینا گفتن. کلک با بود. ماشاءالله. از آن واروخ. عالی بود. هاخام موشه بفهمید. علین شارون خیلی دیم شد. شارون خیلی. بفهمید. امین سوال باید میدونیم چی بود؟ دامود یعنی سوال یعنی سوال هاخام دانیل فرمودن که چرا ما نمیایم طبق رما که میگه سیسته پاسولا بپوشه که خجالت نکشه، نمیایم گزرا ببونیم که یهو یکی ببینه و فکر کنه این سیسته کاشره، به این شکل بعد آموزه برای بقیه بشه. سوالشون این بود. مگه کلا یعنی که پاسول باشه قانونش سخت‌تر از اینکه نداشته باشه برعکس؟ دقیقاً، یعنی کسی که سیسیت پاسول بپوشه این قانونش سخت‌تر اینه که اصلا سیسیت رو نپوشه. نه کلاً بند نداشته باشه قانون سخت‌تره یا که بند داشته باشه و پاسول باشه؟ آها بند داشته باشه و پاسول باشه، خب اگه تقریباً تا یه حده، ولی برای براخاشه که براخا لوتالا همون داره، اگه براخا بگه تقریباً یه حد میشه. بود. آفرین آفرین. بله خب هاخام دانیل بفهمید. این که میگه تلیت قاطعانش پاسوله، خب ما بنداشو میکنیم تو لباسمون، نه دوستمون میبینه نه خودمون، فکر کنم مال اشکنازی ها بسی نه؟ بازم با این وجود، بازم به خاطر مریتای نبوده که، حالا میخونی میشنات خفا ما، به خاطر مریتای نیست 100%. دلایل دیگه است که ما این کار انجام نمیدیم. بذارید میشنات خفا ما بخونیم بعد بیشتر متوجه میشیم. بله. بله، بفرمایید هاخام یوسف. چرا که دارم در رابطه با سوالی که پرسید یزرا نشده، ما جو خونه بودیم که خفامی فقط در زمان یزرا میکنن که اون مشکل یه بار پیش بیاد بعد یه ذره مثلا مثلا همون قربان تامیدی که کنن صبح می دویدن که نفر اول تقدیم بکنن بعد یه بار می افتن که میشه به صورت قره کشی. بله فکر می کنم وضعیتش چیم بوده؟
بله میتونیم اینا بگیم. بله و معمولا فخامیم روی چیزی گزرا میکنن. ببین اصلا گزرا خودش روش بحثه که به چی میگن گزرا، به چی میگن تقانا، اینا بحث یونیدهاست که حالا به ذات هشم شباب میرسیم بهش بعد قوانین کیبودا وایم که برا خوابشه. اصلا به چی میگن گزرا، کیا میتونن گزرا بکنن، به چه شکل گزرا میشده، و آیا گزرایی که همه بتونن اجرا بکنن فقط گزراست، یا حتی اگه یه دوره‌ای گزرا بکنن این به طور کلی گزرا میشه، آیا فقط برای همون دوره است یا برای دوره‌های دیگه میشه، که اینا خودش کلی بحثه که بعد یونه دوها رو به طور کامل به نده میخونیم شباب، میرسیم بهش که توضیح میدم خدمتتون. خب اوکی رو بطایی بریم میشتر خخامیم، میشتر خخامیم فصل 13 رو بیارید لطفا. فصل 13 شماره 1، این توضیح عالی حالا اینجا میشتر خخامیم میارن. مشنت خفامیم فصل 13 شماره 1، ما گفتیم گمکن انتصاریخ نهستی رو گفتیم لازم نیست که تو این حالت اونا در بیاره. حالا موضوع چی بوده؟ ببینید صاحب خاطن یودبت، بله گفتیم اگه یکی اومد تو کنیسا دید همه سیسید دارن ولی سیست خودش پاسوله، طبق نظر رما گفتیم به خاطر اینکه خجالت نکشه سیسید پاسوله تو شبات بپوشه که خجالت نکشه از برای سیست دارن این سیست نداره، ولی گفتیم فقط این قانون مال شباته، ولی روز هفته این قانونی شما میتونه تیگونش بده، یعنی که حتی روز شبات اگه میتونه قرض بگیره بره قرض بگیره، درست؟ حالا ببینیم نظر مشنت خخامیم و پسقیم سفارادی چه. شماره 1 مشنت خخامیم شماره 13، نگاه بکن در حلاخا برورا، حلاخا برورا که نوشته دخلزل دهت ها رما، اینا همه طبق نظر رماست، اما طبق نظر ماران بت یوسف، طبق نظر ماران که ما سفارادی ها طبق ایشون میریم، این با نیلبوش اگه اومد بپوشه تلیتا تو کنیسا بیام شبات در روز شبات و دید که شنیف سقو پاره شدن خوته هستیسید، اون نخهای سیسید به شکلی که اون تلیت پاسوله میتبعیش و خجالت میکشه که بشینه جلوی جماعت بدون تلیت، مجاز نیست که بپوشه اون تلیتا حتی بدون براخا. پس طبق نظر ماران به هیچ عنوان وقتی تلیتی پاسوله نباید بپوشه حتی اگه خجالت میکشه، که حلاخا هم همینه، وخن حلاخا برمیطور حلاخاست بر طبق رسم سفارادیا و ادوت همیزراخ که قبول کردن بر خودشون حراعت ماران به تیوسه فتوای ماران شوخا رو میخوام اول دهت هارما، اما طبق نظر رما یعنی اشکنازی ها یش دهاقه میشه سواد گرفت که بپوشه تو شبات بدون براخا. پس حلاخای ما حلاخامون اینه که وقتی سیسیتی پاسوله نباید بپوشی حتی اگه خجالت میکشه جلو مردم. برشای لهی شاعر و مجازه که باقی ممونه لووش، برشای لهی شاعر لووش باه اد سیوم حتفیلا و مجازه که باقی ممونه لووش باه برشای لهی شاعر لووش باه، بله و مجازه که باقی ممونه پوشیده با اون تا پایان تفیلا. طبق نظر اشکنازی ها، پس به نظر اشکنازی ها میتونه پوشیده باشه تا پایان تفیلا و همینطور رسم اشکنازی هست. و کفخیم نوشته دیم ایر علی آدم کاخ، که اگه اتفاق افتاد در آدم این چنین یه خزر بگرده به دنبال یه تلیت شعولا تلیت قرضی، این افشار اگه امکان داره به خلم امتسه کخو با تمام قدرتش، یعنی طبق نظر کفخیم یه تلیت قرضی جور کنه هر جوریه که ده شلو یا مو به خاطر اینکه نیاد بپوشه لباسی که چهار گوشه داره بلو سیسید بدون سیسید، مخصوصا طبق نظر ماران در بیت یوسف که عقیده دارنده این کل کاخ بیوش که اونقدر خجالت نیست، بیوش یعنی خجالت، لمین به کسی که بشینه جلوی جماعت بدون تلیت، همونطور که در میاریم تلیتش رو تو شبات، در میاریم تلیتمون رو تو شبات، بنابراین طبق نظر ماران آقا خجالت نداره، همه سیسید پوشیدن تو سیسید نپوشی که خجالت نداره طبق ماران. و این ایفش و اگه غیر ممکنه که قرض بگیره و همیت بیش و اون خجالت میکشه که بشینه تو کنیسا بدون تلیت، اون موقع انجام بده همونطور که مرام نوشتن، یعنی حقا نوشتن. پس آقا کف خیم اومدن و بسته به آدمش کردن، اگه آدمیه که خجالت نمیکشه خیلی عالی آقا نپوش طبق ماران، چون اصول آدم تلیتی که چهار گوشه نداره سیت نداره را بپوشه، ولی اگه خیلی خجالت میکشه میتونه تکه کنه به نظریه رما. بین خیلوق و فرقی نداره ایم و فرقی نداره اگه ایم ماتس و کاخ، اگه اونا پیدا کرده این چنین قبل این که بپوشه، بین چه این که
اخرکاخ بعد از اون همونطور که نوشتن اخرونیم، یعنی فرقی نداره چه از اول پاسور بوده چه وسط کار پاسور میشه. و همینطور نوشته از قول روی عقیم وایگر که شک کرده تو این مورد، بهیز تپق یعنی شک کرده تو این مورد، این رایه به تو اگه میبینه تو خونش قبل اینکه بره تو کنیسا یه اون سیسیتا پاسوده، آیا مجازه که این چنین بره تو کنیسا به خاطر تفیلای جماعتی و بپوشه تلیت به خاطر کابودستی بود، یا یعنی اینکه تفیلا بخونه تو خونه بدون تلیت؟ به این نکا اصارا پس یعنی عقیم وایگر تو این شک دارن به این نکا اصارا و اگه نیست تو کنیسا. ببینید خب سوال اینه، آیا بهتر آدم بدون تلیت تو خونه بخونه تفیلاشا یا اینکه با این تلیت پاسونه بره تو کنیسا و بخونه؟ خب واضحه طبق شک دارن تو این موردی به عقیم وایگر که آیا کدوم بهتره. به این لکا اصارا و اگه نیست اصارا تو کنیسا به غیر از اون آدیف بهتره بره تو کنیسا ده زیکوی هربیم آدیف که زیکوی مزرکی کردن جماعت بهتره. پس طبق نظر یقیم آیگر اگه آقا تلیت پاسول داره مثلا تو کنیسا خب، ولی تو خونه اگه تفیلا بخونه مثلا با تلیت کاشر میخونه یا بدون تلیت میخونه، آیا بهتره تو خونه بخونه با تلیت کاشر یا بره تو کنیسا با تلیت پاسول بخونه؟ واضحه که تو خونه بخونه حالا طبق نظر بعضی ها خوبه، ولی یقیم آیگر اینجا شک کردن، میگن در صورتی که تفیلای جماعتی و بدون اون اثر نمیشن اگه بره تفیلا جماعتی بخونه با وجود اینکه بدون تلیته یا با تلیت پاسوله این بهتره. با برای اشته کف خیم دنیل ا که به نظر میرسه که اون قانونه اگه 10 نفر تو کنیسان اما نمیتونه تفیلا بخونه تو خونه به ایشون حده است با آرامش خاطر که میتونه بره به کنیسا اما از اول لازمه که تلاش بکنه شاید قرضی گیر بیاره. مثلا آدم تو خونه بخونه با تلیت کاشه میخورا بهتر اینه که بره تو کنیسا و با تلیت پاسور بخونه، مگر اینکه زیکوی ربیم باشه و به طبق نمازان ماران وقتی میره تو کنیسا بدون تلیت بخونه حتی تلیت پاسوره رم نپوشه. بله بفرمایید ها خاموشه. یعنی چی که میگید سیسیت کاشر تو خونه بپوشه؟ یعنی تو خونه سیسیت داره کاشر اون که تو کنیسا پاسوله؟ کنیسا پاسوله بله، بگیم تو خونه کاشره را میپوشه کنیسا پاسوله است بله، اینجوری جور در میاد بگیم بله جا فهمیده بله. آی جان نه رو داریم ما کنیسا داریم ما صبح رفته کنیسا ده پاسوله یالا از کجا نمیدونه که بعد تو خونه میخونده؟ خب نه مثلا در حالتیه که روز جمعه فهمیده یادش رفته درست کنه بعد صبح شبات یادش میاد اینجوری بگیم، یا صبح شبات میاد بپوشه پاره میشه، یعنی بعد بره پس بره اگه اثرا نمیشن داخلمون کنیسا بره بخونه، ولی اگه اثرا میشن بازم داخل خونه بخونه، یا لیخورا بره تو کنیسا بخونه بهتره در هر صورت، ولی روی عقیم وایگر اینجوری شک کردن که آیا تو خونه بخونه بهتره یا بره کنیسا. لیخورا جماعتی بخونه بهتره بدون تلیت، لیخورا اینه، ولی روی عقیم وایگر رو این شک کردن این کدوم بهتره. این بعد این به خول میماس کوخو یعنی چی با تمام قدرتش؟ این با تلیشو از همه به درخواست کنه آقا تلیس دارید قرض به من بدید با تمام قدرت، نه که خجالت بکشه حالا نرم از اون بپرسم، بره بپرسه از 10 بناخه که تو کنیسان با تمام قدرت بپرسه تلاش کنه که تلیت قرضی ها به دست بیاره. زنده باشید. بفرمایید هاخام موشه. هاخام دانیل اینا که مدارم چرا وقتی تو خونه سیده کاشه داره نپوشدش بره کنیسا؟ خب این به کتی چه پوشه بره کنیسا؟ آفرین. تو خونه تلیت کاشر داره بله، شاید من پس اینجوری بگیم اینجا آفرین اینا آده نشنگه میگیره، یا نمیتونه بپوشه، یعنی که بگیم مثلا تو خونه هم تلیت نداره بدون تلیت بخونه ولی نره تو کنیسا بدون تلیت بخونه چون خجالت میکشه. شاید اینجوری بگیم، لیخورا اگه اینجوری بگیم با حرف شما جور در میاد که بگیم بپوشه و بره.
پس تو خونه هم نداره، حالا تو کنیسا بره باید تلیت پاسول بپوشه، آیا بره یا نه؟ تو این مورد شکه کردری به وایگر. اینجوری پس باید توضیح بدیم. خب چرا جان؟ خب چرا شک کرده؟ دوتاش که تلیت نداره، چه فرقی میکنه که بره یا نره؟ خب بره که خجالت میکشه، تو جماعت خجالت میکشه، حالا من خلوقت رما و ماران میشه، تلیت پاسوله را بپوشه یا نپوشه؟ وارد مخلوقات ماران و رما میشه. بله تو برابا تنزا بارد بارکا بفرمایید. هاخام یوسف جواب رو ببخشید، در حالتی که اگه تو خونه سه کاشر داشته باشه خب میکنه بپوشه بره کنیسا. بپوشه بره کنیسا. پس در صورتی داره این روی اقوای گره شک میکنه که تو خونه هم سیسیت نداشته، بگیم تو خونه هم سیسیت نداشته، خب بعد تو خونه بخونه بهتره یعنی که بره تو کنیسا سیسیت پاسوله را بپوشه، چون خجالت میکشه جلو مردم، آیا بپوشه یا نپوشه؟ یعنی آیا خوبه یا خیلی تو خونه بخونه یا وارد مخلوقات ماران و رما بشه که تو کنیسا خجالت میکشه سیسیت را بپوشه یا نپوشه؟ درست؟ حمل و نقل این نیومده مقایسه کرده با کنسا رفتن. یعنی میگید سیسید پاسوله مثلا تو خونه بوده، خب سیسید پاسوله را بپوشه و بره کنیسا، درست؟ شما اومده کنیسا رفتن و مقایسه کرد که آیا ما واقعا ارزش داره که بریم کنیسا و حمل و نقل بشه این سیسید پاسول، یعنی حمل و نقل کنیسا مقایسه کرده. اولای شاید، ولی فکر نمی کنم، چون الان ماران میگن آسوره که دور شوت ها ربیم این کار انجام بده. نه اینجوری نیست هاخام یوسف، منم این اومد تو ذهنم که اول اینا بگم شاید اینجوری بگم، ولی نه جور در نمیاد باش، چون الان ماران میگن آسوره که سیسید که پاسوله را دور شوت ها ربیم بپوشه، درست؟ بله زنده باشید. خب بریم شماره دو. بفرمایید. فرمایید پس اگر شبه نفق باشه به مزایای رما میده که که اگر صداتون کمه، صداتون مهلا بد میاد. چی میفرمایید؟ الان خوبه. الان خوبه بله. مهلا چیز کنم فرمایید یعنی که ما میتونیم الان به دیگه اول به مزایای رما تکیه بکنیم که ایشون بره که کنیسا این سه پاسوله رو بر کنه بره خانه یه که خجاله نکنه این به دیاره دیگه خیلی که داده خواهد مثلا یا سایی که کنیسا مجرس چی دیگه از دسته حالا یه نفر بدونه که چیز باشه روی نظری میشه که تکیه کنیم به دیاره یه شنو همش اسمو در هر صورت کسی تکیه میکنه یه شنو همش اسمو، ولی ما همیشه طبق ماران رفتار میکنیم. بله درست، وقتی میخواید فتوا بدید همیشه طبق ماران فتوا بدید، ولی در هر صورت اگه کسی هم طبق رما میره یه شنرمش اسما، ولی رسم ما نیست. آها برای مگر تو جای قدم گیر نه جان، مگر برای زوجای شده داخل که آن گیر نه مثلا جای مهمون ازش که حالا برای جو موارد مترجم اینه نشدم میگم برای مگر این چیزی که میگید رسم ما نیست، ما اگر شهر بخق و رمات که میکنم که تا این جوجه هایی که زشت و سالا تلیکی برای شما شده یه مجلس بزرگی فقط تو این آوارد ما نمیدی که ما میتونیم شده بگیم نهیلا چی نفهمیدیم؟ سلاتو نمیدن نهیلا مثل جایی که فشاره مثل مجلس و اینا متوجه نشدم مثل چی یعنی چی؟ چون دارم منظورشون اینه که تو ما تو زمانه تندی میایم به نظر بقیه پسخی من میتونیم تکیه کنیم. بله بیش از حد اخر که دی عوض دامه. بله دقیقا بله کنک بود بله. خب بفرمایی تا خواهم دسته از اول چته چون دارم در حالتی که من یه جواب فرش پیدا کردم که پاسور به رسوت ربیم وارد بشه این ماران گفتن، من گفتم که شاید این کرملیت بوده بین کنیسا و رشوت و ربی نبوده، یا مثلا اول کار میمده حفظه میکرده بعد وارد خیابون شده، یا همون روش هایی که بود یا میرفته بدونی که وایسه، شاید این حالت ها بوده است. اولای بله اینم سرق و دعتاق خوبیه، شاید بله شاید بگیم منظورش کرملیت بوده و این کرملیت
بلا تنید پاسونه را بپوشه و بره. خب حالا چی جوری در میاد؟ چی حالا چی بگیم روی عقیبا گره آخام یوسف؟ میتونیم بگیم در خارج شدن با کنیسا رفتن واسه شده که آیا میتونیم ما خارج بشیم که بریم کنیسا با سیستم حمل و نقل پاسور بشه و بیایم اون حل خار رو رعایت کنیم که مثلا وای نستیم وسط را یا حفقرش کنیم یا مثلا اصلا رشوتمون کرملیت باشه و رشوت را ربیم نخواد بریم. آبی خب. خارج شدن رو با کنسل رفتن رو قصه کن. کلک آباد بله، اینم شاید خورا بشه گفت کلک آباد. خیلی عالی بود، خیلی سرقا در ساخه عالی بود کلک آباد بله. اینم شاید اولایی شاید بگیم منظورشون هم اینجوری بوده. به بتیوسف هم بریم، توضیح نداده هاخام انیشای عزیز به خاطر اینکه به اقیما ایگر اخرانیم بودن. بله بفرمایید هاخام مشه. الان میشه کلان تیک ایراد یه بار نمیشیم شماره یک دوار دوز بدیم. همچنین این نظری پسخه جود. بله الان هاخام یوسف یه بار توضیح میدن. هاخام یوسف یه توضیح شماره دو را بدیم بفهمید. این بخیر نظری پسخیم شو کدوم پسخیم؟ همین که در رابطه با همین خجالت و نفتین الان هاخام یوسف یه بار توضیح میدن. هاخام یوسف بفرم باید رزت میدارم. ما دو جور بدیم که آیا سیستیت پاسورش تو کنیسا بوده و تو خونه سیستیت کاشر داره که اگه بری کنیسا باید سیستیت پاسور بپوشه و رفته کنیسا تفتاش جماعتی خونده، آیا این ارزش داره که بری کنیسا سیستیت پاسور بپوشه و از اون بر تفیلای جماعتی خونده باشه؟ که گفتیم اگه اون طرف خجالت نمیکشه که سیستیتو بپوشه یا مثلا سختش نیست یا اصلا میتونه سیستیتو نپوشه، اگه میتونه نپوشه بره بهتره و مخصوصا اگه اثارا نمیشن. ولی اگه مثلا یکم سختشه و مطمئنه که سیستیت گیرش نمیاد این و مطمئنه که اثارا میشن نره، این یه جوری بهتره. و در هر صورت اگه بره امکان داره میتونه آخر کار سیستا بگیره برای خوابه یه و میتونه سیست قرضی امکان داره که گیرش بیاد، باید تلاشش بکنه بره و سیست قرضی گیرش بیاد. ولی حالت دیگه هم که میتونیم این سیف رو توضیح بدیم اینه که کلن سیستش پاسوله و تو خونه سیست گاشری نداره، که این مقایسه بکنیم با مسیری که ما بیام این سیست پاسول رو هم کنیم تو کنیسا و از اون برای تفیله جماعتی بخونیم. که گفتیم اگه رشروتش کرملیت باشه و بیایم قوانین رو رعایت کنیم که وسط را وای نستیم و بیایم اول حفقرش کنیم بعد وارد بشیم، این هم میتونیم این سیف رو توضیح بدیم. کنک آباد خزاق آراد خیلی عالی و کامل کنک آباد. خب بریم شماره دو رو تایی میشنند خخامیم. شماره دو گفتیم اگه سیسی تو شهرش نیست طبق نظر میشنا برورا مثل شبات میمونه، یعنی همونطور که رحمان گفتن تو شبات میتونه بپوشه که خجالت نکشه، اگه تو ایام هفتم سیسید گیرش نمیاد مثل شبات میمونه، میتونه بپوشه که خجالت نکشه و نمیتونه اگه قرضی گیر بیاره. خب حالا شماره دو ببینیم میشنا تخامی و نوشته کفخیم به نظر میرسه دیم هو به یوم خول، که اگه اون در روز خوله در صبح به هشکاما با بیدار شدنش به این نیم ساب اتاق شا و یافت نمیشه تو اون زمان سیسید که بخره که اونو قرار بده تو تلیت و اون مجبوره که تفیلا بخونه به اتاق شا معز سیبا تو اون زمان به هر دلیلی، قانونش مثل کسی که سیسید تو اون شهره نی. یعنی که فقط این عقیده دارن که اگه مثلا صبح زوده و الان صبح زود کسی باز نیست که به سیسید ازش بخره و مثلا ساعت 10-11 باز میکنن، یعنی الان ساعت 6 میخواد تفیلا بخونه، اونم مثل اینه که تو شهر سیسیت نیست. پس کفقایی میگن اگه زمانی هم هست که فروش سیسیت تعطیله مثلا چند ساعت دیگه باز میکنن، اونم شاید هدفق حساب میشه و میتونه به نظر یه رما تکیه بکنه و سیسیت را بدون براقا بپوشه حتی تو ایام هفته، که البته گفتیم ماران با این صحبت خوله تر. خب ربو تایم میریم فصل بعدی بفرمایید آخوم دانیل. خیلی که بوداره با آخرم نگفت که این گونه درد است یا نه چی؟ مخیلا اینجا نگفت که
گونف دهت است یا نه؟ آه شما میفرماید یعنی مثلا اگه به پوشه گونف دهت هست یا نه؟ شاید بعضی پسخیم به این اهمیت دادن که شاید نظر مارانم به این اهمیت دادن که گفتن نه آقا نپوشه. اولای شاید سوال خوبیه، بله اشاره نشد. اولای بله اوکی، شاید دیگه ماران به اینم توجه کردن به اینو گفتن. چی میفهمید شما خانم یوناتان؟ تو کیس گنبدت مگه ما قانون نداریم که اگه دیگران خودشون فکر اشتباهی میکنند و ما از ام نیومدیم اونا رو به فکر اشتباه بندازیم، این گنبدت حساب نمیشه؟ درست میگم من؟ شاید شما میفهمید اگه دیگران خودشون اینجوری برداشت میکنن، اگه ما به اشتباهشون نندازیم این گنی وسطعت نیست. درست؟ بله تا جایی که یادمه. بازم من مهیلا خوشمیشبات رو چک میکنم. بله احتمالا تا جایی که یادمه همینه فکر کنم. بازم مهیلا من مطمئن میشم. مرسی آقای ریبی یوناتان. کلک آباد. بله. بفرمایید تا خاموشه. ادنه یعنی بعد بدون اون تلیت بدون سیسیته برخواه یه بپوشه برخواه نگه بپوشه. بله طبق رما، اما طبق ماران اصلا نپوشه. بعد اون نظریه پسخیم چی بود؟ پسخیم متوجه نمیشم بعد نظر، یعنی پسخیم کی اینجا؟ وقت بیش عدد حق میتونیم طبق نظریهشون بریم. بله یعنی گفتن آی میتونیم ما مثلا تو بعضی حالت ها اگه که واقعا خجالت میکشه تکیه کنه به نظریه رما، بله. ولی حلاخا واقعا طبق مارانه، همیشه طبق ماران میریم. ولی اگه یکی نتونست طبق ماران اجرا بکنه و خجالت میکشید میخواست تکیه کنه به نظریه رما، میگیم یه شوهر مشه اسمو، ولی واقعا حلاخا طبق مارانه همیشه. نظریه رما اگه میتونه شیشید پاسده رو بپوشه درست کنسا. بله ولی شما اگه یکی ازتون پرسید طبق ماران فتوا بدید، بگید نه آقا نپوش. زنده باشید. خب بریم فصل 14 هم رو تایید. فصل 14 هم دینه سیسید شعصان اینو یهودی به ناشیم به تلید شعولا. خب ما قبلا خوندیم که سیسید بندای سیسید حتما باید لیشما باشه. خب یعنی یه فرد اسرائیل لیشما درست بکنه. خب آیا میخواییم ببینیم حالا اگه خانوم هم درست بکنن کاشر بند سیسیتا و همینطور تلیدی که قرضیه، خواهیم ببینیم اون قانونشیه. صحیف آلف سیسید شعصان اینو یهودی. سیسید یعنی بندای سیسیدی که درست میکنه غیر یهودی پاسوله. بیختی و همانطور که گفته دبر البن اسرائیل، صحبت کن با بن اسرائیل و آسلاهم سیسید و درست بکنن سیسید. پس از اونجایی که تو تورا میگه با بن اسرائیل بگو که سیسید درست کنن، پس بندای سیسید کی باید درست کنه؟ اسرائیل. لعفوقه اومده استثناء بکنه یا بیرون بیاره اینو یهودی غیر یهودی ها به هایشا و زنم کاشره که درست کنه اونها را، یعنی زن اسرائیل کاشره سیسید درست کنه. هگا و ایش مخمیریم و بعضی ها سخت میگیرن حسریخ لازمه که فقط آقا باشن چه یعصو اتان که اونها را درست کنن به طور لحصود که لخط خیلا، و خوبه که لخط خیلا اینجوری رفتار کنیم. پس نظر رما اینه که لخط خیلا زنها را ندیم درست بکنه. خب برای مثلا میشنام رونا بذارید سوال مهینا بعد میشنام رونا اگه توضیح نداد اون موقع بفهمم. شعصان پروش توضیحش اینه که شهید تیلان و بگد، یعنی قرار دادن اونها تو لباس پاسوله افینو. ببینید ما در مورد درست کردن بند سیسید قبلا داشتیم که اگه گویو درست کنه قانونش چیه، که گفتیم اگه اسرائیل بالا سرش باشه و اولش کمکش کنه و اینا، ما خروقت بین رمبام و هاروش بود درسته. الان بحثمون سر بند انداختنه، یعنی بندا الان درست شده، بند کاشه عبادت یاد اما توسط اسرائیل مثلا خارج برامون فرستادن نامبر وان، الان غیر یهودی میخواد اینا بزنه به لباس، آیا مجازه یا نه؟ حالا رو این بند اینه که غیر یهودی آسوره انجام بده. پس پروش توضیحش اینه که شهید تیلان و بگه، یعنی قرار بده اونها رو تو لباس پاسونه حتی به اسرائیلی که اومد میسته بالا سرش اوملمده و یادش میده که درست کنه لیشما. پس اگه یه غیر یهودی اومد گره های سیسیتا زد این پاسونه، حتی اگه اسرائیل هم بالا سرش بود و لیشما بود. کماش کاتوغمات رو که نمیشته در بالا سیمان یود آلف صحیف آتر بت صحیف بت به دبقا و فقط این تخابو و کاناف اگه فرو کرد تو گوشه او آسا هخولیا،
یا اینکه درست کرد حلقه یا گره اول. اما اگه حلقه و گره اول اسرائیل زد و اینو یهودی و غیر یهودی خاتمه داد بقیه حلقه ها و گره ها را دینان که نیستن فقط میسوای معمولی هن کاشره. پس طبق نظر میشنا برورا فقط دوتا گره اول و حلقه اول باید اسرائیل انجام بده، یعنی فرو کردن این بندای سیسی تو اون سوراخ گوشه لباس و دوتا گره اول و یه حلقه اول، چون این از توراست. بقیهش میده ربانان دیگه، بقیهش رو میده ربانان و لنوی میسواست. طبق نظر میشنا برورا اگه بقیهش رو گوی بزنه معکب نیست. خب لحسریخ اناشیم گفتیم رما میگه که خوبه آقایون بزنن، گفتیم با وجود که زنان مجازن اما رما میگه لخط خیلی آقایون بزنن و افینو در این مورد ببخشید یه باره دیگه. پس لحسریخ اناشیم و افیل اومد الگبان، حتی اگه بیست بالا سر زنا فایده نداره لخط خیلا میشوم ده ها دیختیو به خاطر این که ننشته بنه اسرائیل به آسو. ببینید دیگه دبر ال بنه اسرائیل، صحبت کن با پسران اسرائیل، نگفته بنوت اسرائیل. برای این لخط خیلا نباید به زنا بدیم. مشمع گم برداشت میکشه همی کنه این استثناء میکنه بنوت اسرائیل، دختران اسرائیل. پس از اونجایی که میگه واسولا هم دیسید امکن فیلم گیده هم البنه اسرائیل میگه، پس لخط خینا پسران اسرائیل بزنن. خیلی قشنگ. پس طبق ماران میتونه زنم بیاد دنده ایستا گره بزنه. طبق رما لخط خینا ندیم بزن به خاطر اینکه گفته بنه اسرائیل. اوکی؟ بله؟ گیمل هم ببینیم رو بطن شعص و اوتو دوقا حتلیا محبه گه. فقط اون آویزون کردن به لباس. خب؟ فقط آویزون کردن به لباس اول حتویا، اما تابیدن و بافتن مجاز توسط خانوم ها، که اینا قبلا هم داشتیم. اگه خانوم ها بیان ریسندگی و بافندگی بندای سیستا بکنن این کاشره. الان بحثمون در مورد زدن اون بندای سیست به لباسی که آیا توسط زن میشه یا نه، که طبق ماران میشه، طبق رمان خط خیلا نکنه. به طبل اصوت به خولی به خین راوی بناخون و همینطور صحیح و شایسته است که لخط خیلا خانوما نیان گره بزن از سیسیتا و بگید شد گادول در لباس گادول توسط قاتان زیر 13 سال اول این هو. اما اگه اون 13 سال رو یک روزشه با وجود که شت سوالات در نیورده حتی لخط خیلا سخت نمیگیریم، یعنی قاتان هم زیر 13 سال نیاد گره بزنه، بالا 13 سال باشه، ولی شت سوالات هم اگه در نیورده بود اوکی. و ارسوت خیم سبک میگیره حتی لخط خیلا توسط قاتان. پس مخلوقته قاتان رو بعضی ها میگن میتونه زیر 13 سال گره بزنه، بعضی ها میگن نمیتونه. به خلزه و تموم اینا فقط به گادول در مورد آدم بزرگی که ایستاده بالا سرشون که یادشون میده لحسوت لیشماه که لیشما گره بزنن. اما در غیر این صورت حتی اگه قبلا گره زده اون قاتان تو لباس لازمه که لحتیران باز کنند و برگردند و اونا گره بزنن. پس قاتان مخلوقته، بعضی ها میگن میتونه قاتان بزنه، بعضی ها میگن نمیتونه. اونایی که میگن قاتان زیر 13 سال میتونه گره بزنه، در صورتی که یه گادول یا آدم بزرگ بالا سرشون بیسته و یادشون بده که لیشما گره بزنن، میگن نشه میسفت سیسید. خب لخط خینا اول به دیعود میتار، اما به دیعود میتونیم به زنانم بدیم گره بزنن حتی اگه بالا سرشون نیستن، امینن که بگن شهید تیلا نشه سیسید که اونا را به نیت سیسید زدن. پس حلاخان معصه اینه که لخط خینا ما به خانوما نمیدیم گره بزنن، ولی اگه یه خانومی زد امینه که بگه آقا من لیشما زدم و مورد قبول هست. حلاخان معصه جان، حلاخان معصه در مورد قاتان چیه؟ میرسیم میرسیم تو میشنه تخامی مهینا توضیح میدن میارن اونجا. اوکی بله مهینا تو سر همینجا براخاش کنیم. بفرماد حاخام دانیل مهینا سری بفرماد. چرا که او دارم آماده ابتیاد از کجا دلیل چرا با دستگاه نباشه؟ چی یه بار دیگه؟ میخیلن که او دارم گره زدن و آماده ابتیاد از کجا دلیل چرا با دستگاه نباشه؟ متوجه نمیشم سوالتونا. قبلا داشتیم آماده ابتیاد ها، قبلا داشتیم دیگه که به چی میگن آماده ابتیاد کارخونه یا چی جوریه؟
خیلی که بودارا بنگره زدن چرا باید توسط دست درست شده باشه و عدد یاد باشه؟ چرا توسط دستگاه نشه درست بکنه؟ و آسو بنه اسرائیل دیگه و درست کنن بنه اسرائیل. مرد یعنی باید درست بکنه. آدمیزاد درست بکنه. نه توسط دستگاه. درست؟ نم خود دستگاه که کار نمیکنه، بعد یادش برنامه بده تا کار کنه. خود اون مرد داره کار میکنه دیگه. آه یعنی شما میفرماد اون موقع وقت گبرا هم هست. حالا بذارید اینا روش بحث میکنیم جلسه دیگه، بمونه خدا روش بحث میکنیم. موفق باشید.